این برنامه برای افراد زیر 16 سال مناسب نمی باشد. می دونید پدر من به الکل اعتیاد داشت. برای من عشق و رابطه با پدرم یه جور مسابقه بود. این پسر تازه به مدرسه ما اومده بود و خیلی زود بین بچه های دیگه معروف شد و وقتی به من پیشنهاد دوستی داد خیلی خوشحال شدم و برای حفظ این دوستی هر کاری حاضر بودم انجام بدم. یه ضرب المثل قدیمی هست که میگه اگه اسبی نداشته باشی درشکن به دردت نمیخوره. مسیحیت منم همین جوری بود. وقتی که داشتم دنبال همجنسگرایی میگشتم به جای اینکه دنبال عیسی مسیح بگردم و فهمیدم به هیچ جایی نمیرسم. به عشق پاک خوش آمدید. من جاناتان دارتی هستم و میزبان شما در برنامه امروز. دین با این اعتقاد بزرگ شد که تنها راه برای دریافت عشق از پدری که الکلیه کسب اون عشقه. این باعث شد اون در 9 سالگی نیازمند گرفتن تایید از دیگران بشه وقتی که یک پسر معروف در مدرسه‌شون ازش خواست با هم رابطه جنسی داشته باشن. در همه این سالها رفتار پدرش و رابطه نادرستش با پسرهای دیگه باعث سقوط اون به همجنسگرایی بود. در برنامه امروز دین داستانه گمراهی خودش رو با ما در میون میذاره و اینکه عیسی مسیح چه کارهایی انجام داد تا اون رو به مسیر درست هدایت کنه. وقتی یه پسر بچه بودم توی یه خانواده ایماندار بزرگ شدم، پس میتونم بگم یکی از چیزهای خوبی که پدر و مادرم به من یاد دادن این بود که به خدا ایمان داشته باشم و به پسرش عیسی مسیح اعتماد کنم. پدر من به الکل وابستگی داشت و به جای رسید که اعتراف کرد که معتاد به الکله و من به عنوان یک پسر جوان چالش برخورد با اعتیاد شدید پدرم به الکل و بیمیلی مادرم به برخورد با مشکل پدرم برام خیلی سخت بود و این مسئله باعث شد بار شدید و سنگینی روی قلبم احساس کنم و فکر میکنم این بزرگترین چالش در زندگی من بود که باعث شد من به سمت زندگی هم جنس گرایانه سقوط کنم در طول زندگیم. پدر من همیشه وقتی مست میکرد صادق و رک میشد. البته نه به صورت سنجیده. یادم میاد یه بار برامون مهمون اومده بود و پدرم اصلا با تواضع یا احترامی که شایسته و لیاقتشون بود با اونها رفتار نمیکرد. مثلا پدرم داشت من رو جوری بار می آورد که بتونم به همه تواضع و احترام نشون بدم. وقتی که مهمونا می اومدن خونه ما و پدرم باهاشون و یا در موردشون صحبت می کرد، بعضی وقتا مسئله مشروب خوردنش باعث می شد چیزهایی رو بگه که نباید می گفت و چیزهایی رو می گفت و کارهایی رو می کرد که باعث می شد خانواده احساس شرم و خجالت بکنه. این مسائل باعث شد من شخصا در مورد عشق دوچار دوگانگی فهم بشم. فکر کنم برای من عشق و رابطه با پدرم مثل خب میدونید مثل یه جور مسابقه بود. حتی وقتی که سن کمی داشتم میفهمیدم که پدرم رفتار متفاوتی رو نسبت به من و خواهرم با من داره و برای اینکه اون رو راضی کنم به چالش کشیده می شدم و تا جایی که یادم میاد در مورد عشق هم همین فکر رو می کردم. فکر می کردم که اگه تلاش کنم تا انتظاراتش رو برآورده کنم و اگه اینجوری که باید عمل نمی کردم و اگه پدرم من رو برای انجام کاری تعدیب نمی کرد توی اون سن حس می کردم عشق پدرم نسبت به من کمتر شده. در طول تربیت کردن پدرم هیچ وقت روحیه تشویق رو در اون ندیدم. هیچ وقت نمی گفت با وجود این که اشتباهی کردی من هنوزم دوستت دارم پسرم. تا جایی که یادم میاد ادب کردن ها همیشه با عصبانیت و داد و فریاد بود و شرایط برای خواهرم سخت‌تر هم بود.
این که بتونیم با پدرمون در رابطه باشیم و باهاش تعامل کنیم تبدیل به اون مسابقه‌ای شد که گفتم. افرادی به من میگفتن که خب خواهرت در شرایط خیلی سخت‌تر از تو بوده، پس چرا اصلاً این حرفو میزنی؟ من به عنوان یه پسر درگیر این بودم که شاید مورد علاقه پدرم هستم، با اینکه شرایط زندگی خیلی سخت بود میدونستم که بچه مورد علاقه هستم، پس همیشه اون حس مسابقه وجود داشت و فکر میکردم اگر کاری کنم که موقعیتم رو به عنوان بچه اول از دست بدم و دوم بشم، شاید پدرم خواهرم رو بیشتر از من دوست داشته باشه و این خودش باعث گیج شدن من و پیش اومدن سوء تفاهم میشد، اونم به عنوان بچه‌ای که تنها 9 سالش. حس میکردم این درسته که دریافت عشق از پدرم رو مشروط به راضی نگه داشتن اون و برآورده کردن انتظاراتش میدونستم، پس سعی میکردم دستوراتش رو انجام بدم. این چیزی بود که حس میکردم پدرم از من میخواد و اگه چنین شخصی بودم پدرم دوستم میداشت و خب اگه انتظارات پدرم رو برآورده نمیکردم اون وقت تنبیه منتظر بود. بعضی وقتا این عصبانیت انجام می شد و نه با این روحیه تقویت که با عشق دارم تو رو تنبیه می کنم. من عصبانیت پدرم رو اینجوری معنی می کردم که ارزشم برای پدرم کم شده چون که انتظاراتش رو برآورده نمی کردم و برای همین کمتر به من عشق می ورزه و اینجوری بود که توی زندگیم از شکست به شکست دیگه پیش می رفتم. و شما به عنوان یه بچه اینها رو توی ذهنتون انباشته میکنید و من شروع کردم به ذخیره کردن محبت پدرم و به محض اینکه اشتباهی میکردم همه چیز پاک و نابود میشد و باید دوباره شروع میکردم. این درکم از زندگیم بود. یادم میاد وقتی در دوران کودکی شروع کردم به آزمایش یا درک اینکه پدرم نسبت به من کیه و من باید به عنوان یه انسان بزرگسال در آینده چه کسی بشم، چیزای زیادی به ذهنم می اومد. شروع کردم به مشاهده روابط همسن و سالای خودم با پدراشون و یادم میاد که می دیدم بین اونها تعامل خیلی بیشتری بود و اون موقع بود که این سوال به ذهنم می اومد که چرا این رابطه و تعامل برای دوستای من و پدراشون خیلی راحت تره و با هم میگن و میخندن و بازی میکنن و انگار که بین من و پدرم یه دیوار یا مانعی هست. پس کم کم فهمیدم که رابطه من با پدرم مثل اونها نبود و با اونها فرق داشت. خوشحالیم که ایجاد شبکه ای رو اعلام بکنیم برای خدمت به اونهایی که درگیر مشکل همجنسگرایی هستن. این شبکه امید ترمیم شده است که شامل خدماتیه که برای ترمیم امید افراد انجام میشه، اونهایی که شکستگی های جنسی و روابطی دارن، خصوصا اونهایی که از همجنسگرایی آسیب دیدن. همه با هم اعلام میکنن که عیسی مسیح قدرت تغییر زندگی رو داره اگر اون رو به عنوان خداوند بپذیریم. اولین کنفرانس ما در سال 2012 با حضور بسیاری از جنرال هایی بود که برای ترمیم افراد آسیب دیده میجنگند. این کنفرانس هر سال برگزار میشه. میتونید از سایت restoredhopenetwork.org دیدن کنید. ویدیوها و مقالات رو ببینید و کمکی به افرادی که دوستشون دارید بکنید. برای آگاهی از تغییرات روزانه از فیسبوک و توییتر ما دیدن بکنید. ما ایمان داریم خداوند قدرت آزادی همه گناهکاران رو داره. پس برای همین یک بار دیگه کلام خدا رو باور بکنید. بعضی از این گناهکاران شماهایی بودید که امروز دیگه آزاد شدید. همونطور که بزرگتر می شدم مادرم بیشتر و بیشتر به من وابسته شد و یه جورایی من تبدیل شدم به روزنه‌ای برای احساساتش و هرچه بزرگتر می شدم وقتی که از دست پدرم کلافه می شد مسئلش رو با من در میون می گذاشت و خب من حس می کردم که تبدیل به یه خرابه برای احساسات مادرم شدم. البته یادم نمیاد که حتی این موضوع باعث بد شدن نگرش من نسبت به زنها شده باشه. یادم میاد وقتی که توی مدرسه و دوران راهنمایی بودم به دخترهای دیگه جذب می شدم و یادم میاد علاقه داشتم که با دخترها قرار ملاقات داشته باشم، اما در حین همین احساسات حس می کردم نسبت به همه پسرهای دیگه متفاوت هستم. به نظر می اومد
که این قضیه تفاوتم برای بقیه عادی شده بود، ولی برای من این مسئله فوق‌العاده عجیب به نظر می رسید. خاطرم هست که رفتار پدرم با مادرم زمانهایی که مست می کرد از نظر من خیلی بد بود. هیچ وقت آزار فیزیکی در کار نبود، اما مسلماً آزار روحی زیادی رو به مادرم می رسون و فکر می کنم این باعث شده بود که بیشتر به سمت مادرم برم. فکر می کنم که از اون موقع به بعد توی اینجور شرایط ها وابستگیمون به هم بیشتر شد. یعنی وقتی که برخورد پدرم با مادرم رو می دیدم یا وقتی که مادرم به من تکیه می کرد. ولی خب من هنوز هم به پدرم احترام می گذاشتم و نمی خواستم این برخوردها و مشکلات الکلی بودن پدرم از چهار دیوار خونمون به بیرون بره و درز پیدا کنه. میخواستم یه جوری همه چیز رو توی خونه و بین خودمون نگه دارم. فکر میکنم همین مسئله و همین دلیل شروع شدن جدایی و فاصله گرفتن ما از هم شد. اولین تجربه دوران بچگی من با چیزی که میتونست بعداً به همجنسگرایی من منجر بشه این بود که وقتی 9 ساله بودم یه شب خونه دوستم مونده بودم. خیلی واضح یادمه که اون منو تشویق کرد که یه کارایی باهاش انجام بدم، کارایی که میدونستم درست نیستن، اما این دوست خاص من که پیشش مونده بودم خیلی به من نزدیک بود. یادمه که چقدر برام عجیب بود که بتونم با پسرهای دیگه کلاسمون دوست بشم و این عجیب و غریب بودن رابطه با پسرها رو حس می کردم، اما نمی دونستم توی اون سن چجوری تعریفش کنم. به هر حال اون سن احساس عجیب پیوند با پسرها و تعامل باهاشون رو حس می کردم. یادم یه پسر جدید به مدرسه ما اومد و از همون اول بین پسرهای دیگه خیلی معروف شد و وقتی که به هم پیشنهاد دوستی داد، خب واقعا خوشحال شدم و دوستیمون هم گرم شد. از اونجایی که دوست پیدا کردن و دوستی کردن برای من خیلی سخت بود، حاضر بودم هر کاری برای بقای دوستیم بکنم و برای همین وقتی که این پسر پیشنهاد این کار اشتباه رو به من کرد که وقتی بهش نگاه میکنید ممکنه فکر کنید که این کنجکاوی کودکانه است و طبیعیه، اما این مسئله من رو کاملا تغییر داد و منو از بیگناهی جنسی که داشتم دور کرد و من رو تا جایی کنجکاو کرد که این کنجکاوی دیگه منو ترک نکرد. پیش خودم فکر میکردم دوستی واقعی همینه. بین اون دوره 9 سالگی من که اولین رابطه جنسیم رخ داد تا دوره 19 سالگیم که من رسماً عیسی مسیح رو با تمامی قلب به عنوان نجات دهنده خودم قبول کردم، چندین مورد دیگه از این موارد بین من و دوستام اتفاق افتاد. درسته که هر دو نفر اینها رو می‌خواستیم، اما ضربه های زیادی از این روابط خوردم تا جایی که خب می‌دونید درک من از دوستی با آدما، درک من از عشق و همچنین ادراک کلی من از چگونگی برقراری رابطه با مردها کاملا عوض شد و تغییرات اساسی کرد. میدونید در اون موقع و در اون برهه زمانی در زندگیم من به طور جدی و اساسی از نظر جنسی دچار مشکل بودم و کاملا گیج شده بودم. خب میدونید در واقع من در اون زمان راه درست رو گم کرده بودم. همچنین از نظر احساسی کاملا سرگردان و گیج بودم و نیاز به کمک داشتم. واقعا اون روزها برای یک جوان به سن و سال من خیلی سخت و آزاردهنده بود و احساس خلأ می کردم. وقتی که وارد ارتش شدم شانس این رو داشتم که یه گروهبان خوب داشته باشم که خادم خداوند بود و اون منو تشویق کرد که مطالعه کتاب مقدسم رو قطع نکنم. اولین شخصی بود که با من صحبت کرد و کلمه آزادی رو برام بیان کرد. این حرف برای دهه 80ه.
در اون زمان کتاب معروفی رو میخوندم به اسم The Late Great Planet Earth و در آخرای این کتاب نویسنده آقای هالنزی شما رو به آیه هایی از رساله رومیان میبره که بهتون این فرصت رو میده تا اگه مایلید مسیح رو در آخر کتاب دریافت کنید. و منم همینجوری زندگیم رو به مسیح سپردم و وقتی به آخر اون کتاب رسیدم حس کردم جواب سوالامو گرفتم، مخصوصا در مورد ارتباط با خداوند و اینکه شخص چطور به آسمان میره یا شخص چطور درست کار میشه و اینکه اصلا چطور میشه برای خداوند زندگی کرد. میدونستم اونجا جواب تمام این سوالات رو پیدا کردم، پس رفتم پشت اون محل استقرار نظامیمون و در حالی که هیچ کس اونجا نبود زانو زدم و در سن 19 سالگی به عیسی مسیح خداوند زندگیم رو سپردم. بعد از اون درکم در مورد مسائل جنسی یا مسائلی که من جنسیشون کرده بودم بالاتر رفت و اون نقاط توهی در وجودم رو که به خاطر مسئله الکل پدرم و عدم رابطه من با اون درست شده بود رو دیدم. بعدها فهمیدم که این نیازهای من در واقع نیازهای قانونی بودن که من اونها رو جنسی کرده بودم و رو به همجنسگرایی آورده بودم. و البته چند سال بعد از مسیحی شدنم این مسئله رو فهمیدم. یکی از اشتباهات من این بود که تنهایی به جنگ تمام مشکلات رفتم و ترس داشتم از کسی کمک بخوام، کمک از یه شبان یا از یه روانشناس مسیحی. یه بار یکی از کتابای جودالاس رو گرفتم و اون کتاب واقعا نحوه فکر منو نسبت به چیزی که به عنوان یه انسان باهاش مواجه هستم و عوض کرد. منظورم همون همجنسگراییمه. و تونستم یه مرتبه با جودالاس تلفنی صحبت کنم و فکر میکنم این یکی از اولین درخواستای کمک من از افراد دیگه بود. وقتی که بهش زنگ زدم و سوال پرسیدم تعدادی از سوالاتم رو جواب داد و مسیر درست رو بهم نشون داد و واقعا به من کمک کرد احساس بهتری نسبت به خودم داشته باشم و اینکه بفهمم من تنها شخصی نیستم که اینجوریه. شفا وقتی میاد که شما اول از همه بفهمید چرا این حس رو دارید، یعنی اینکه چه چیزهایی از زمینه‌ای که من ازش میام هستن که اونها رو نداشتم و میخواستمشون، پس جنسیشون کردم و از طریقهای نامشروع به دنبالشون رفتم. خب مثلا برای من رابطه با پدرم بود. همجنسگرایی رو میشه با چیزهای عادی حل کرد. شما به قصد یه رابطه عادی و طبیعی جلو میرید و این محبتیه که از نظر خدا بین مردها تایید شده، پس شما رابطه خدایی بین مردها رو میخواید. من مخصوصا در زمینه محبت فهمیدم که مهر و محبت بین مردها اشتباه نیست و اینکه از نظر الهی حدودی وجود داره و فقط خط قرمزی هست که نباید از اون رد شد و این روابط طبیعی بین مردها خودش میل به رابطه غیر طبیعی رو برای شخصی که طرز فکر هم جنس گرایانه داره رو کم میکنه. حتی در روح خود من و در مواجهه با مشکلاتی که داشتم این مسئله باعث شد که رفتار غلط من تبدیل به تحقیر بشه. یادم میاد زمانی میل به کارهایی داشتم که کتاب مقدس اونها رو نهی کرده و واضح و مشخص بود که درست نیستن، اما میدونید الان که در روح خودم به اون کارها فکر میکنم برام خیلی غیر طبیعی و خیلی عجیب هستن، در حالی که خب میدونید اصلا در اون زمان چنین چیزی نبود و حتی چنین فکری هم نداشتم. آیا شما تا به حال دیویدی مخصوص ما رو در مورد همجنسگرایی دریافت کردید؟ این دیویدی شامل یک ساعت شهادت و تعلیمات توسط دیوید کایل فاستره. این تعلیمات در مورد شکلگیری همجنسگراییه و اینکه خداوند چجوری شفا رو در این زمینه جاری میکنه. پس یک کپی از دیویدی کامل دیوید رو یا از مراکز فروش ما و یا از اینترنت خریداری کنید. فقط به دنبال دیویدی با نام گیجی همجنسگرایی درک شده و شفا یافته باشید. این دیویدی هم اکنون در آدرس purepassion.us موجوده.
شما حالا میتونید از طریق دستگاه‌های هوشمند خود به دنیای پیور پشن متصل بشید. اگر شما صاحب یک دستگاه اندروید هستید یا آیفون، آیپد و یا آیپد تاچ، از طریق برنامه مجانی ما و در هر جا و هر زمان برنامه‌ها و ویدیوهای ما رو میتونید ببینید. و اگه دستگاه مخصوص تلویزیون رو دارید، ما کانال مجانی پیور پشن رو به شما پیشنهاد و تقدیم می‌کنیم. شما کانال‌های ما رو توی لیست کانال‌های دینی خواهید دید. از دهان خداوند به گوش‌های شما کمک برای شما هر وقت و هر جا که بخواید. شفا زمانی اومد که ارتباطات و محبت‌های طبیعی برای من بیشتر از تفکرات همجنس گرایانه شدند و مخصوصاً اگه از نظر مسیحیت داستان زندگی من رو در نظر بگیرید، این داستان بدون عیسی مسیح ناقص می بود. اما وقتی که من لااقل از نظر خودم یه مسیحی واقعی شدم، فهمیدم که سعی کردن برای اینکه دیگر جنسگرا باشم، اون هم به عنوان قسمتی از زندگی مسیحیم، اصلا جواب نمیده و کار نمیکنه. تنها کاری که با من کرد این بود که احساسات غلطی که هنوز داشتم رو سرکوب میکرد و این برخورد درستی با مشکل نبود. یه ضرب المثل قدیمی هست که میگه وقتی اسبی نداشته باشی درش که به هیچ دردی نمیخوره. خب فکر میکنم توی ایمان مسیحی